برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بیش از 13 میلیون زائر زیارت رجبی و شهادت امام کاظم علیه السلام در کاظمین حضور یافتند. شهر مقدس کاظمین در سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام مملو از جمعیت عزادارانی است که از داخل و خارج عراق برای گرامی داشت این مناسبت بزرگ گرد هم آمدند. سعد الحجیه معاون حرم مطهر کاظمین سلام الله علیها و رئیس کمیته ویژه زائران زیارت رجبی در این رابطه گفت داده های مربوط به این رویداد تاریخی حکایت از تعداد بسیار بالای زائران دارد. شیخ عبدالله البلام، شیخ مهدی الخضری و حاج فاضل الاطرم سه تن از فعالان دینی، فرهنگی و اجتماعی کشور کویت طی حضور در بیت مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار کردند. میهمانان بیت مرجعیت در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های خود در کشور کویت از نصایح آیت الله العظما شیرازی در خصوص اهمیت فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی و همچنین توجه به جوانان بهره‌مند شدند. حضور در عرصه‌های مربوط به جوانان، دروس حوزوی و مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله فعالیت‌های میهمانان بیت مرجعیت در کشور کویت است. اتحادیه اروپا قرار است حدود 200 میلیون یورو برای کمک به موریتانی برای جلوگیری از هجوم مهاجران غیرقانونی اختصاص دهد. به گزارش وبگاه آرتی عربی، هجوم شدید قایق‌ها از موریتانی به جزایر قناری در سه ماه گذشته باعث نگرانی مقامات اسپانیایی شده، به طوری که اتحادیه اروپا را برای تخصیص بودجه اضافی به موریتانی برای حل بحران پناهجویان تحت فشار قرار داده است. این روزنامه اشاره کرد که از بیش از 6000 نفری که در ژانویه سال جاری وارد جزایر قناری شدند، 83% موریتانی را ترک کردند.